برنامه جامع اقدام مشترک که با هدف رفع موانع پیشرفت توسط جمهوری اسلامی ایران توافق گردید، یک نمونه بارز از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است که ایالات متحده امریکا با بی‌توجهی کامل نه تنها به آن عمل نکرد، بلکه با بکارگیری سیاست‌های یک جانب گرایانه به برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت آن را نقض نمود و از آن خارج گردید. سیاست به اصطلاح فشار حداکثری نیست به شکست انجامید و دولت امریکا راهی ندارد به غیر از اینکه اعتیاد خود به تحریم های یک جانبه را ترک کند و به قوانین بین المللی احترام بگذارد. در این زمینه تنها پس از 2.5 سال از گسترش مداوم تحریم های فراگیر اقتصادی توسط ایالات متحده که فقط شامل ایران نمی‌شد، کلیه کشورهایی را که با ایران طرف معامله بودند را هدف قرار داده بود، موجب عدم اقدامات عملی از سوی امریکا و به ویژه سه کشور اروپایی و اتحادیه گرد. از این رو مجلس شورای اسلامی در 2 دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد و دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نمود که در صورتی که ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ قانون طرف‌های مشارکت پایبندی از خودشان را و عمل به تعهداتشان را انجام ندهند، دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت فراتر از موافقتنامه جامع پادمان در ایران را متوقف نماید